سلام بیندای عزیز به برنامه یک خوش آمدید. ما امین بابک هستم و میمانای برنامه ما آقای انجینر رحمت الله نبیل، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رهبر تکت انتخاباتی امنیت و عدالت. بسیار تشکر آقای نبیل که به خورشید فرصت گفتگو دادین. در نخست میخواستم در مورد آغاز کارزاران انتخاباتی شما بپرسم. شما چی کردین تا کنون که کمپاین ها شروع شده و چقدر به پیش رفتین؟ تشکر بسیار جان بابک صاحب، به شما و به بینندای عزیز تلویزیون خورشید سلام و احترامات تقدیم میکنم. بله، ما وارد یک فیز دیگه مبارزات انتخاباتی که او هستن کمپاین انتخاباتی است داخل شدیم. ما آمادگی لازم خود گرفتیم با اندک تفاوت با دیگر تیما. چی تفاوت؟ ما روز اول یک دو روز بنابر درک اساسیت و بعض معلومات و تحلیل از وضعیت نخواستیم که جلسات بزرگ بگیم. مراقبتون به این باور هستن که شما پراگنده هستین و برنامه مشخص ندارین به خود رفتن به کمپانی؟ خب معلوم میشه، معلوم شوه، یعنی ما دلیلی برای پراگندگی نداریم. ما یک مشکل کوچک تکنیکی کتابالی داشتیم است که برای تیم ما و پکیج بسته امنیتی که در نظر گرفته شده او از طرف حکومت تابل تکمیل نشده و در ضمن ما هم آمادگی که دیگه دوستا گرفتن با گرفتن درس عبرت از اونا شیوه ما کاملا متفاوت خواهد باشه. یعنی شما میگین که حکومت تا هنوز قادر به این نشده که اما بسته امنیتی که حق کاندیدا و معاون نشست برای شما رای بکنه. پرسیدین چرا؟ خب امروز فردا میکنن، میگن که به زودی تکمیل میشه و تهیه میشه. همکارای ما همراهشان در تماس هستند، اما او یک بحث بسیار کوچک تکنیکی است. ما خود ما آگاهانه با متحدین ما و دوستای ما در تماس هستیم، به زودی یک برنامه متفاوت خود داشتیم. ما بیشتر تلاش ما است که به جای از اینکه مرده باد و زنده باد بگویم، شما دیدین دیروز آنچه که در دو گردمایی گفته شد، مردم ما کدام مطلب نو جدیدی از بشه از این گرده ما یا نگرفتن. حتی من گفتم میتونم بیشتر مایوس شد ساختن، چون حرفای تکراری و حرفای بود که در انتخابات 2014 همچون حرکات انجام داده بودن. ما مستقیما میاییم در گرده ما یا و در شیوهای مختلفی که داریم بیشتر تمرکز میکنیم سر مشکلات و حل مشکلات که او برنامه ما انشاءالله به زودی آغاز میشه. یعنی شما میگید که متفاوتر کارزار انتخاباتی را آغاز میکنید؟ متفاوتر آقای عبدالله و آقای غنی؟ بله بله بله، ما پیام داریم برای مردم. بحث امنیت و عدالت وقتی که ما برای انداختیم این به اساس یک تحلیل بوده و در این بحث ما گفتنی هایی داریم برای مردم افغانستان. خب آقای غنی و آقای عبدالله هم مشخص به پیام های مشخص پرداختن، به ویژه آقای عبدالله روی نقد سیاست های موجود حکومت و راه حل ها پرداختند. شما دیدین که آقای هدی در بخش برنامه اقتصادی وضاحت داد با مردم افغانستان. یعنی تفاوت عمده چی از بین برنامه شما و برنامه کاندیدای دیگر؟ برنامه اول تفاوت عمده است که اونا عین هم وعدایی که در 2014 تکرار کرده بودند و 5 سال ما دیدیم که در تمام عرصه ها متاسفانه افغانستان به طرف ناکامی بردن و اینا شریک بودن. اینکه چقدر شریک بود و کی کم بود کی زیاد بود، اما به ظاهر قضیه اردویشان در حکومت شریک بودند. ای کاش اینا به جای انتخابات بعد از 5 سال سر یک دیگه در اصلاح مسائل اقدام میکردن. ما بحث ما ایست که ما اصلا نمیریم به مردباد و زندباد و به مسائل نمیپردازیم، بلکه ما میایم درد مردم میگیم و راه حل برش میگیم. شما دیدین دیروز یکی از بزرگوارا فرزندگیش را تنه میگفت و دیگه را تنه میگفت. مثلا دکتر سیب اشرف غنی گفت که اگر رای شفاف بردین نوش جان در غیر از ما برنده است. اینمی خودش و میخرد جمعی مردم یک تمسخر بود. اما تنهای ما دیدن میبینن که از 6 ماه به جنس حکومت با تمام توان آمادگی برای مهندسی انتخابات داشتن در سای مختلف. ما با شیوه کمپاین هر دو بزرگوار مخالف هستم، شیوه درست نیست. به نظر ما مردم ما هم درک میکنن که اینا
حرفای تکراری داشتن، هیچ نوع، یعنی تنها در حد حرف تکراری میگن که شیوعش درست است و یا هم روی مسائل دیگر هم نقد داریم؟ روی مسائل دیگر هم نقد داریم. اینا باید برای مردم بگویم که در کدام عرصه ها اینا کامیاب بودن و در کدام عرصه ها ناکام بودن و چی دلایل بود که اینا ناکام شدن. مثلا حکومت داری را ما میبینیم، همه مردم ما میبینن که حکومت داری اصلا نه تنها بهبود نیافت، بلکه همون کم و بیشی که داشتیم او را از دست دادیم. شما فکر کنید در کشوری که هر لحظه کار ضرورت است، این بزرگوارا آمدن در طول مدت 5 سال 62 وزیر را سرپرست این کردن و ما شما میفهمیم که سرپرست کدام صلاحیت می داشته باشه. اینا مثلا مسائل بسیار کلان ملی را اینا به طرف بحران سوق دادن بخاطر اون منفعت های بسیار کوچک خودشان. نابافت های اجتماعی و سیاسی را تقریبا به نابودی سوق دادن. اقتصاد ما به هیچ صورت گفتن، اما برخلاف ادعای شما حکومت به بار است که مثلا به ویژه آقای غنی میگن که پیشرفت های عمده صورت گرفته، کارهای زیربنایی صورت گرفته و 5 سال دیگر میتونه که کارها را تکمیل بسازه، به دلیل میگن که تیم خود تیم دولت ساز نامگذاری کرده. یک مثالش بگویم، وزارت خارجه وضعیتش بهتر شده، ارگان امنیتی وضعیتش بهتر شده، سکتور اقتصادی ما وضعیتش بهتر شده، وضعیت اجتماعی و سیاسی ما بهتر شده، روابط خارجی ما بهتر شده. یک پروژه که اونا میخواین که تمام 5 سال سرمایه‌گذاری را به نام از او پروژه ختم کنن، یک شب برای مردم افغانستان بگه. همه تلاش به این خاطر است که زندگی مردم بهتر شود. یعنی به این باور هستین که آقای غنی عوامل... و یا هم آقای عبدالله نمیتونه که در 5 سال آینده زندگی مردم افغانستان بهتر شود؟ ما دیدیم، ما شما دیدیم، شیوه حکومتداریشان هم دیدیم، دیدشان از مسائل کلان ملی هم دیدیم، هیچ برنامه ندارن. استدلال اردو مقام فیلی حکومت وحدت ملی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ای است که خوبی حکومت حکومت وحدت ملی بود، بس حکومت توافقی بود، تقسیم قدرت بود، در 5 سال بعدی اگر قدرت به یکی از اینها برسه کارهای بهتری انجام داده. خب من به این موافق نیستم. اصلا اینا ای خودش یک فرصت بود. اگر اینا با هم کار میکردن، دکتر سیف عبدالله یک تجربه مردمی محلی داشت، دکتر سیف اشرف غنی یک تجربه بین المللی داشت. اینا هم حس خودخواهی که داشتن، ما گفتم میتونم که تقریبا در 2-3 سال اخیر دکتر سیف اشرف غنی مستقل تصمیم میگرفت و از این که تا چه حد میتونه به حساب در تصامیم خود مختار باشه، معاون اول نداره، معاون دومشان با احترام به شخصیتشان هیچ نوع صلاحیت ندارن، تنها در مسائل حقوقی و قانونی اونا را بیشتر یک سپر از پیش استفاده شده. دکتر سیف عبدالله مثلا هیچ چند سال اخیر ما شما دیدیم در بحث کابینه، در بحث سرپرست ساختن، در بحث سیاست خارجی اصلا زیاد مداخله نداشتن. یعنی از این که چگونه اینا ادعا کرده میتونن که اصلا تیم ورک است، افغانستان به تیم ورک ضرورت داره، به کار تیمی ضرورت داره. اینا هم ذهنن برای کار تیمی، اما خداوند نساخته شد. بعض دوستا انتقاد نه چیز میکنن، یکی از خوبی های دکتر سیف اشرف غنی را گویا ایره میگن که دکتر سیف اشرف غنی تانست یک تعداد زورگویا را گویا منزوی بسازه. اما من فکر میکنم که طبیعتا نه تنها زورگویا را، شما نشان بدین که کدام تیم متخصص پلی خود استاد کردن. وزارت خارجه را ببینید شما، وزارت مالیه را ببینید شما، وزارت های کلیدی سکتوری را ببینید شما، وضعیت بسیار با چالش رو برست، چون تصامیم به دست از اونا نیست، تصامیم اونا گرفته نمیتونند. شما مثلا کمیسیون تدارکات را ببینید، این تقریبا تمام وزارت ها را فلج ساختند. در بحث مسائل تبعیض قومی ما شما میبینیم که ما بسیار در وضعیت بد قرار داریم. در بحث اقتصادی تمام تلاش به این خاطر شده که دفعتن مردم ما روزانه نان پیدا کنند. ما دیدیم که ما در 60% زیر خط فقر قرار داریم. ما این 60% نمیگم، ما این بیشتر از 80% میگم. به دلیل از اینکه میال روزمره ما میبینیم یک تعداد مردم ما، نیروهای امنیتی ما، افسرهای ما از وزارت دفاع، داخل امنیت و همچنین از سکتور ملکی،
اینا بدون موجب یک دلیل گفتن یک دلیل اینا به تقاعد میرن، مسئولیت شغلی وجود نداره. در افغانستان متاسفانه تقاعد اما روز که تقاعد میشن برای فرداش برای اولاد خود نان نداره، اکثرش میست. آقای نبیل اگر دیگه به او خاطر ما اینا را ناکام میبینم، اینا باید در کمپاین ها برای این وضاحت بتر. آقای نبیل، ما چند نفر برای شما نام میگیرم، شما یکی از اینها را به نام رقیب انتخاباتیتان میخوایم بپرسید. آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله عبدالله، آقای حکمتیار و آقای هنی فتمر. رقیب اصلی شما در انتخابات 1398 کیست؟ ما اینا را رقیب نمیدانیم. یکیشان. به دلیل از اینکه اینا حرف برای گفتن برای مردم ندارن، بدون از اینکه بیشتر تلاش کنن و خرد جمعی مردم. پس رقیبتون کی از این انتخاب؟ خب ما پیش میریم، ما خود موفق میدانیم و ما پیام خود بر مردم خود میرسانیم. به دلیل از این هم ما یک تیم متفاوت ساختیم. تیم ما هم انگیزه داره و هم یک دید ملی، کلان ملی بر افغانستان داره. در هیچ مسئله که وطن به بحران برده، در بحران های فعلی ما شریک نیستیم. به او خاطر رقابت بیشتر شیوهی که اونا رقابت میکنن، ما چنین رقیب نداریم. فرزندی رو شما دیدین، این شیوه رقابت نیست. اینا نتانستن مثلا دیروز برای مردم یک پیام متفاوت داشته باشن. حرف های تکراری بود، تنه بازی بود. به هیچ صورت اینا تیم دکتر سب اشرف غنی با کدام دیدم میگه که ما اقتصاد مردم خوب میسازم. در 5 سال ما اقتصاد ما بهتر شده یا بدتر شده؟ با کدام دیدم میگن که ما دولت ساز هستیم؟ کدام بخش دولت اینا ساخت تانستن یک تحرک مثبت به او ایجاد کنن؟ دیگه ما به او دلایل در عوام فریبی نمیخوایم رقیب کسی باشیم، در استفاده از امکانات دولتی نمیخوایم رقیب کسی باشیم. وضعیت همین گونه است. چیزی که شما به نام عوام فریبی میگین و یا هم موارد دیگر، تیم های کاندیدای عمده و با امکانات و با نفوذ همین ها هستن که نام گرفته. آقای نبیل، چند درصد شما موافقتتون رو پیش بینی میکنید انتخابات؟ خب اول خدا کنه که انتخابات با وقت و زمانش صورت بگیره، چون میبینیم ما شما صادقانه بحث کنیم. تا بالا این بحث بسیار جدی نشده، یعنی کمپاین ها به دلایل امنیتی، به دلایل آنچه که در حول و حوش قضای افغانستان میگذره. اما ما بحث ما است که ما به طرف انتخابات به طور جدی میریم، پیام خود برای مردم میرسانیم. راه باورمند به پیروزیتان هستند انتخابات؟ دقیق. شما در حال باورمند به پیروزیتان هستند آقای نبیل که منتقدینتان به این باور هستند که شما افراد در اطرافتان کار میکنند به عنوان معاونین و یا خودتان که یک گراف بلند از آرها رو گرفتن نمیتونند، در حالی که رقیبایتان با ثابت شدن تجربه در گذشته که شما هم به عنوان مقامات ارشد و حکومت ها کار کردین، بانک های رای با خود داره. آقای عبدالله هم داره، آقای غنی امکانات حکومتی را داره، آقای اطمر هم چهره های مطرح و تاثیرگذار سیاسی را با خود داره. چگونه به باور هستین که در انتخابات حتما پیروز بشین؟ تحلیل ما است از وضعیت که اصلا رای بانک رای اصلا دیگه وجود نداره و ما مستقیما برای توده مردم پیام داریم و به اونا مراجعه کردیم. ما نمیخوایم که یک کس را مشخصا به اصطلاح تکدار یک قوم معرفی کنیم. این شیوه نادرست ما بود که ما رو به میجه رساند. اما این واقعیت افغانستان شما خب، به عنوان رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان حتما این درک بهتر دارین که این واقعیت افغانستان است و روی چهره ها مردم در انتخابات جمع میشن. خب این بحث انشالله در انتخابات ثابت خواهد شد که مردم افغانستان یه خسته هستن از این شیوه سابقه و کلاسیک کمپاین و تیم ساختن. و ما در تیم خود نبود که نمیتونستیم. ما در تیم خود کسایی که متهم به فساد اداری هستن اصلا با خود نگرفتیم، به خاطر که مردم میشناسنش. وقتی که ما در تیمم چنین افراد اشخاصی داشته باشم، ما برم در بادغیس برای مردم بادغیس استاد شوم که ما با فساد مبارزه میکنم، اونا قبول نمیکنن. ما مثلا وقتی که میگیم که ما میایم از مسائل قومی، تکداری قومی مردم رهایی میتیم، وقتی که ما استاد شویم با
تمام قوم اخوان معزز افغانستان او از دید یک چند چهره ببینیم و بعد حکومت داریم از دید چند چهره بسازیم، برنامه های خودم از دید چند چهره بسازیم. ما گذشته از اینا را مردم میدانند. هیچ نوع توقع مردم از افغانستان دیگه از این بزرگوارا ندارند که اونا تجارب بسیار خوب یا تلخی را مردم افغانستان در 18 سال دیدن. ما به او خاطر شیوه ما متفاوت است. قسمی که بیشترم گفتم زیاد سر از این بس نمیخوایم داشته باشم. احترام داریم به همه شخصیت های افغانستان. تاریخ قضاوت خواهد کرد که کی چی گذشته داره و کی کی هست. اما ما در اینجا ما بحث ما پیام رساندن برای مردم افغانستان است، خصوصا برای نسل جوان، خصوصا برای کسایی که به مینا ما همیشه محروم ماندن، رای از غور و بادغیس دادن، انتخاب وزیر و ولسوال و والی از دیگه جای شد، رای از نورستان، از نیمروز، از غور، از پکتیکا گرفتن، اما پس آمدن از مو با موشیوی سابق انتخاب حکومتداری را یا زمامداران ادارات به دید امو گرایشا و روابط شخصی کرده. یعنی شما به این باور هستین که شما خلاف از این مورد خاطر است که مردم افغانستان رای بگیرید؟ انشالله بیخی مطمئن است و مردم ما دیگه دقیقا میفهمند که شما پیشتر در حرفایتان گفتین که در مورد زمان برگزاری انتخابات هنوز هم شما مشکوک به این هستین که انتخابات در زمان معین برگزار نخواهد؟ خب چون مشکلات هست، مثلا ظرفیت های کمیسیون تا بال زیر سوال است، استقلالیت نه تنها برای شما این شک مشکلات داخلی و مشکلات تکنیکی ارائه میکنه و یا هم بحث های کلان سیاسی؟ بحث های کلان سیاسی من قبلا خدمتتون گفتم که مسائلی که در حول اوش افغانستان میگذره این فضا را بسیار یک فضای تقریبا به یک فضای بیباوری تبدیل کرده. ما شما میبینیم فضای کمپاینی نیست. بحث من این نبود که انتخابات باید نشه یا صورت نمیگیره. تا به حال هم امی کمیسیون امی تضمین نداده، چون کمیسیون هم زیر تاثیر وضعیت قرار داره که انتخابات 100% به شش میزان صورت بگیره. اما انتخابات یکی از راه های حل منطقی برای حل مشکلات افغانستان است و امید ما است که حکومت و دیگر شرکای انتخاباتی این حساسیت های کشور ما را درک کنند و به دلیل برگزار نکردن انتخابات شفاف ملک به بحران نبره. آقای نبیل، در مورد ظرفیت کمیسیون شما اشاره کردین، به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مورد خود اما قدرت تصمیم گیری کمیسیون، عملکرد تکنیکی کمیسیون در انتخابات ۱۳۹۸ چقدر باورمند هستین؟ آیا باور هستین که کمیسیون بتونه انتخابات مدیریت بکنه؟ من فکر میکنم 3-4 مشکل داره کمیسیون و اینه باید ثابت بسازه که بهتر شدن. اول موضوع بسیار مهم استقلالیت کمیسیون است. یعنی هنوز هم در مورد استقلال شما شک دارین؟ و این استقلالیت فکر میکنه کی نقص کرده؟ خب نتایج انتخابات پارلمانی را یا ولسی جرگره ما مثلا از کابل شنیدیم که از شما یعنی نگران مداخله حکومت هستید؟ مداخله حکومت به شدت جریان داره، در تقریات جریان داره. اما استدلال حکومت به این است که در گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تمام کاندیدا یک رای حق داشتن که شما هم رای دادین حتماً در اونجا. بله. خب این به این معنا نیست که ما یک رای حق داشتیم، ما کمیسیون انتخاب کردیم، بعدش حکومت باید بتانه از هر وسیله، از فشار امیال کار میگیرن، از تطمیع کار میگیرن، از برطرف کردن و بخواندن و به چارانوالی معرفی کردن از این کار میگیره. شما فکر کنید اما کمیسیونی که فعلا در چارانوالی قبلی چارانوالی سرگردان است، سرنوشتشان معلوم نیست، اما نتیجهش برای حکومت قابل قبول بود و حکومت خودش هم نتایج اعلان کرد. این خودش مداخلات است همشون. در ظرفیتشان هم تا بالا ما شک داریم، چون بسیاری مسائل تکنیکی را که اینا باید برای مردم علنی می آمدن، مثلا همین 9 میلیون رای را که نامیگن که به حساب باید اشتراک کنن، این میره اینا نتونستن که مردم قناعت بدن که واقعا همین 9 میلیون رای قابل اعتماد است و ایست که
در دورهای مختلف در چند دور انتخابات کارتای جعلی یا تذکرای جعلی یا استیکرای جعلی که به او علاوه شده او هم تصفیه شده. این ما زیاد واقعیتش مطمئن نیستیم که اینا هم ظرفیت از زیر داشته باشن و هم استقلالیت از زیر داشته باشن. احترام برشون داریم. شما در انتخابات 2014 شما به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان کار میکردین، یکی از مصاحبات تلویزیونتون بر برخی موارد اعتراف هم کردین، برخی موارد افشا هم کردین، گفتین که خب حکومت با کدام شیوه خواست که به نفع کاندید مشخص کار بکنه. امین گرانی در انتخابات موجود چقدر برای شما مطرح است؟ در انتخابات 2014 متاسفانه تقریبا نظر من معلوماتی که ما داریم و بعدش هم از حکومت برآمد و معلومات خود در بسیاری موارد مقایسوی پیش برد، تقریبا در حدود 16 رقم تقلب در انتخابات 2014 صورت گرفت، از پر کردن صندوق ها گرفته تا استفاده از زور و استفاده از شیوه‌های مختلف دو چی نداریم. ما عین تشویش از میشه انتخابات هم داره، ممکنه یکی دو مورد کم شده باشه اما یکی دو مورد بیشتر شده دیگه. بله ما تشویش داریم، از تقلب انتخابات تشویش داریم. به این مطمئن هستم که مردم ما طرفدار تقلب نیستن به هیچ صورت، چون قیمت پرداختن قیمت انتخابات. اما فکر نمیکنید که اما فکر نمیکنید شما در حالی امیدواری مطرح میکنید که از یک طرف برخی از کاندیدا با یک امکانات کلان مالی و امکانات حکومتی میرن داخل کارزار انتخاباتی میشن، از آغاز این کمپاین ها معلوم شد و مردم هم مردم فقیر هستن، مردم افغانستان آنچنان که شما گفتین که گراف فقر بر اساس ارزیابی شما بالاتر از 80% است، چگونه به باور هستین که مردم طرفدار تقلب نیست و یا هم حامی کاندیدان پر امکانات نخواهد شد؟ خب من باز به یک دیدگاه دیگه به این مسئله میگم. ما درست است از تمام امکانات استفاده میشه، ما باید همین تیم ما را ثابت بسازه که در همچون موارد ما میتونیم بسیاری مسائل مدیریت کنیم، بحران مدیریت کنیم، پیام خدا برای مردم ما برسانیم، مردم ما به این قناعت بدیم که رای جعلی، انتخابات جعلی قیمتش خودشان میپردازد. امیال اون بزرگوارایی که در انتخابات گذشته در تقلب دخیل بودن اونا هیچ نوع قیمت نپرداختن، بلکه بیشتر جایگاه اقتصادی و مسائل دیگهشان بالا رفت، مردم بودن که قیمتش پرداختن. ما میره میگیم که هر کارمندی که تعیین میشه در افغانستان از والی و ولسوال گرفته تا مامور، او حقش است که وظیفه داشته باشه. ما دیدیم دکتر سیب اشرف غنی 40 سال یک روز یک درد و رنج با مردم افغانستان شریک نساخته، اما مردم افغانستان بودنش در ارق قبول کرده. حالا برای دو ماه، یک ماه یا سه ماه یک مامور تعیین میکنن، مامور باید هی حس نکنه که بالش منت است، او باید 5 سال بعد وطن بیشتر بسنجه. در اون صورت قیمتی را که مردم افغانستان میپردازن قیمت بسیار بلند بود، قیمت گزاف بود. ما میگیم که اگر ما یک تیم با فکر و با برنامه هستیم، باید از این بحرانی که اینا ایجاد میکنن، مثلا از پول استفاده میکنن، مشکلات مختلف دارن، از این ما باید استفاده خود درست کرده. یعنی شما به این باور هستین که با توجه به همین ضعفایی که حکومت داشته و آقای غنی داشته و آقای عبدالله داشته، در نهایت شما انتخابات از پیش اینها ببرین؟ بله، ما از تمام نقاط منفی از این استفاده میکنیم و بر رخ مردم میکشیم که اینا چی کردن، چرا این مشکل با این مشکلات روبرو هستیم و کدام راه های حل است. آقای نبیل، آیا شما خود تونستین که امکانات کلانی را که آقای عبدالله و آقای غنی داره در مقابل از ایستادگی بکنین و مبارزه؟ نه تنها امکانات، شما پیشتر نام گرفتین، همیال تیم ما مقابل رئیس جمهور در حال استاد هستن، مقابل رئیس اجرایی بر حال استاد هستن، مقابل رهبرهای جهادی، رهبرهای تنظیم های مختلف استاد هستن. این ما برای خود افتخار میداره به این خاطر که ما صدای متفاوت داریم، دید متفاوت داریم و می خواهیم همشان را چلنج کنیم. این بسیار ما به وضاحت میگم، احترامشون جایگاهشون به جایش، اما ما اینا را حل مشکل نمیدانیم.
جز مشکل متاسفانه فکر میکنیم. و شما اگر چندین سال گذشته افغانستان را مرور کنید، امی دوستا، امی بزرگوارا بودن که همیشه، یعنی هیچ وقت باعث حل مشکل نشدن، جز مشکل بودن. چون اینا سه کتگوری مردم هستند، یا زاده بحران هستند، در نتیجه بحران به یک موقف رسیدن، به یک جایگاه رسیدن، یا جز بحران هستند، و یا فعلا مالدین و تولید کننده های بحران هستند. فکر میکنید تیم شما خاری از این مورد است؟ بله. اما آقای نبیل، شما هم مثلا شما میگین که امی کسار اشاره کردین در سه کتگوری یارا تقسیم بندی کردین، شما هم جزی از این تیم بودین یک وقت؟ خب به این معنی نیست که ما جزی تیم بودیم، مهم هم است که مردم ببینن. اگر در مسائل قومی و تبعیض و حساب تفرقه مردم ما دخیل بوده باشیم، اگر دست ما به خون مردم نوشته باشه، اگر ما در فساد دخیل بوده باشیم، و ما مثلا ما 5 سال رئیس امنیت بودم، 2 سال رئیس امنیت که رای گرفتم دوبار، و 3 سال ما سرپرست بودم، دیگه 18 سال ما در هیچ مسئله که مثلا هستن برادرایی که دیروز در حکومت بودن، تمام امکانات حکومتی و اختیارات حکومت به دستشان بود، 3-4 وزارت کردن، اونا همشون بیاین دستاوردهای خود برای مردم بگوین و راه های حل بگوین. ما به او دلیل میگیم که ما ماموریت در حکومت کار بد نیست که ما از این پشیمان باشیم، مهم هم است که اما کاری را کردیم او را مردم ما تفکیک شده داشته باشن که داره. بس ایست داریم بسیار بسیار مردم های وطن دوست، بسیار مردم های دلسوز، وسط وزیرا داریم، وسط موینا داریم که دستشان بسیار پاک آمدن، پیش آمدن، از موقف های پایین شروع کردن. ما در مجموع همین وضعیت تمام کشور همه بازم ما اینا را جز مشکل می داریم و نخواستیم که ما جز مشکل باشیم، بلکه ما تلاش ما است که ما حلال مشکلات باشیم. آقای نبیل، یک سوال می خواهیم بپرسم، چون کارزار انتخاباتی جریان داره و تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. شما تا آخرین لحظه انتخابات میرین مبارزه میکنین، انتخابات شرکت میکنین و یا بنف کاندید تیر خواهد شد؟ ما نکوش میکنیم که دیگر کسی بنف خود بیاریم، بدون ای که با ما هم فکر و هم چیز باشن، و نه با کسی میریم و نه به این خاطر ما در این مبارزات بیرون شدیم که ما به موقف برسیم. جو کی برسیم؟ من رئیس امنیت بودم، وظیفه خود رها کردیم، دیگر دوستای ما بمیشه. ما میگیم که راه نجات وطن دیگه، من میخوایم یک بگویم دکتر سیب اشرف غنی امید امیال تمام تلاش به خاطر نجات خودش است، ایره باور کنه. یک تعداد دوستای دیگه به فکر نجات شخص خودشان، یک مجموعه کوچکشان و یا سرمایه‌ای که اندوختن دو فکر هستن. ما میگیم بیاین یک تیم پیدا شه و با مردم استاد شه و بگن که ما بیاین وطن را نجات بدیم، چون وطن ما متاسفانه در چورایی قرار گرفته که هر طرف خطر است. ما میگیم مردم ما بسیج بسازیم، از پامیر تا نیمروز، از نورستان تا جوزجان و سمنگان، از دایکندی تا قندار و پکتیا، مردم ما بسیج بسازیم که همین درد ما رو بیان یک جای بسازیم و برای یک درک مشترک پیدا کنیم. مشکل همین جاست آقای نبیل، اگر شما مثلا حرفای شما و حرفای آقای غنی و عبدالله قابل مقایسه شوه، شعارها یک گونه است در زمان انتخابات. مثلا آقای غنی هم میگه که ما به خاطر منسجم کردن ساختن مردم کار انجام میتیم، تمام مردم افغانستان در حکومت شریک خواهد بود، ما برنامه بهتر اقتصادی داریم و و موارد دیگر. شما همین مسئله رو میدین، فکر نمیکنید که یک اندازه مردم هم روی مسائل خیلی بی باور شدن و باور نخواهد کردن؟ نخیر. 5 سال دکتر سیب اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بوده، دکتر سیب عبدالله رئیس اجرایی بودن. چیزی که میگن چرا 5 سال نتونستن، چرا 5 سال کار نکردن؟ کی برش گفته بود که جناب دوستم اول امرت معاون بگی و بعد او را خانه نشین بساز؟ کی برشان گفته بود که این مشکل از این نیست که ما چی میگه، مشکل این است که کی چی را عملی کرده و مهم هم است که والا که مقایسه که ما میکنیم بیشتر
گذشته و کارکرد مراجعه شود، نه به اینکه درست است. من مثلا میگم که من چنین فکر دارم، اما همه مردم افغانستان گذشته را خب حتما مقایسه میکنه. چیزی که من فعلا میگم در گذشته هم همین فکر من بود، موقف ریاست عمومی امنیت ملی را به مو دلایلی که من داشتم، مشکلاتی که در داخل داشتم، چون من فکر من چیزی که حال میگم همین فکرم از اون روز اول بوده و به این دلایلم دارم، چون ما همیشه در افغانستان بودیم. همین درد مردم خود باور کنیم که ما درک میکنیم، چون سر خود ما سر خود دیدیم و میخواهیم بر از این درد یک راه متفاوت پیدا کنیم که مشکل ما حل کرده بتونیم. در غیر از او نسل در نسل ما با می بدبختی ها دوچار خواهد باشیم و هیچ گونه امیدی برای آینده وطن نخواهد داشتیم. نسل جوان ما به ثمر میرسن، ناامید میشن، بعدش یا معتاد میشن یا در کشورهای دیگر به کارهای روزمره میپردازن یا در آبها غرق میشن، یا ایست که به حد ناامید میشن که اونا کوشش میکنن که یک راه کوتاه دیگه را برای ترقی و پیشرفت پیدا کنن. مثلا در مسائل فساد اداری دخیل میشن و خاطر که آینده نمیبینن، چون سیستم مشکلات خود داره. آقای نبیل، اگر به عنوان پرسش آخری هستیم بپرسم در مورد مسئله صلح و انتخابات، چیزی که به عنوان نقطه نگران کننده مطرح میشه این است که هنوز هم میخواه آمریکایی ها میخواهند که صلح را اولویت بدن نسبت به انتخابات و گفته میشه که از کمپاین انتخاباتی هم به عنوان ابزار فشار برای طالبان استفاده میکنه تا طالبان را وادار به تمکین به پذیرفتن خواستهای آمریکا بسازند. باور شما در این مورد چقدر است؟ چقدر نگرانی از این هم هستین که تا روز برگزاری انتخابات ممکن انتخابات به تعویق بیفته و یا هم انتخابات به روز برگزار شود؟ خب اول خب من فکر میکنم که طالبان هم دید خود بر افغانستان داره و دلایلش هم چون وقت کوتاست برتازم. طالب تمام تلاش است که بتونه از امریکا امتیاز بگیره و 18 ساله که نیروهای بین المللی در افغانستان بودن این نادیده بگیرن و مستقیما امارت اسلامی خود احیا بسازن. این بحث صلح را بسیار مغلق ساخته. ما باید از یک معامله و یک پروسه واقعی صلح باید تفکیک داشته باشه. تا بال ما بسیار علائم از این که واقعا یک پروسه صلح باشه که ما را دیگر روز به فردایش به صلح برسانه، به یک صلح پایدار برسانه نیست. بیشتر یک دید به دید معامله دیده میشه، چون مشکلاتی که امریکا، ایالات متحده امریکا داره، نگران به تعویق انداختن انتخابات هستند از طرف امریکا؟ در این لحظه نه خیر. در این لحظه چیزی که شما ای که بعد از این مسائل چگونه پیش میره، آیا واقعا امریکا و طالب یک فیصله میرسه و بعدش بحث دیالوگی بین الافغانی، بحث آینده نظام، حفظ بعضی دستاوردها، مثلا حقوق شهروندی ما، حقوق خانما، فرزند آزادی بیان، این مربوط به این میشه که آیا به اون بحث به نتیجه میرسیم افغان مردم افغانستان با طالبا یا جمهوری اسلامی افغانستان با طالبا، یا ایست که بحث ایست که طالب امارت اسلامی را میخواین که در افغانستان دوباره تطبیق کنن و یا او را احیا بسازن. به اون دلیل من فکر نمیکنم که ما در دو ماه از اون بحثا نتایج را بگیریم که انتخابات برش به تعویق بندازیم. دیگه مربوط به این میشه که نشست های بعدی کدام مسائل و با اشتراک کیها یا بسیار مهم است. اگر یکی دو طرف فیصله کنن، اما قربانی های اصلی جنگ که مردم افغانستان است، دیگه شکی نیست که مردم افغانستان به صلح ضرورت داره. روز مره شما میبینین که حداقل 200 هموطن ما به خاک سپرده میشه، مادرها بیوه میشه، مثلا خواهرها بیوه میشه، اطفال یتیم میشه. این خودش یک خواست ما رو برای صلح بیشتر میسازه. اما
مشکلات چالش های بسیار زیادی است. بسیار تشکر آقای نبیل از دارم.